بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم از بلژیک، شیعه هدایت یافته. من 40 سال شیعه بودم و اعمال شرکامیز را ندانسته انجام می دادم. تا اینکه شروع به تحقیق کردم و با شبکه های توحیدی آشنا شدم و شروع به خواندن مجدد قرآن کردم. نه اینکه چند آیه را از رو بخوانم و توتیوار آن را حفظ کنم، بلکه در آیات قرآن تدبر کردم و با راهنمایی های جناب آقای انصاری و سجودی و سایر دستندرکاران شبکه آگاهی بیشتری یافتم. وقتی که شیعه بودم در مجالس عزاداری شرکت می‌کردم و آیه من یجیب مضطر اذا دعا و یکشف السوء را می‌خواندم و در آخر مداح یا آخوندی که در مجلس بود می‌گفت حالا حاجت خود را از حسین و ابوالفضل بخواهید که ابوالفضل با ابوالحوایج است. کمی به فکر فرو می‌رفتم، پیش خود می‌گفتم اینها که بندگان خدا هستند، خود آنها محتاج و نیازمند خداوند تبارک و تعالی می‌باشند، چطور می‌توانند حاجات من و خانواده‌ام را برطرف کنند؟ حالا به برادران و خواهران شیعه در ایران یا در هر کجای جهان هستن سوال می کنم. آیا خداوند حاجت انسانها را برآورده می کند یا بندگان صالح که خود محتاج و نیازمند خدا هستند؟ به افرادی که در نماز جمعه شرکت می کنند و به سخنان خطیب نماز جمعه گوش می دهند، آیا توجه کردن که در محل قرار گرفتن خطیب نماز نوشته است ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است؟ یعنی این که مانند رسول الله است، مثل او است، برابر است، در صورتی که ولایت رسول الله متصل به وحی است. حال پاسخ دهند ولایت فقیه متصل به کجاست؟ وقتی قرآن می‌فرماید یهود و نصارا را دوست خود نگیرید، چطور ولی فقیه دوست خود را از افراد بیدین و کمونیست می‌گیرد و یاران و پشتیبان ولایت فقیه و رژیم ایران خداوند نیست بلکه رئیس جمهور روسیه و چین ضد خداست؟ سالهای اولی که به اروپا آمدم، بعد از اینکه با زبان و فرهنگ اینجا آشنا شدم، با چند نفر از افراد مسیحی که همسایه ما بودن آشنا شدم و آنها تمایل داشتن مسلمان شوند و شروع به پرسش کردند و من هم توضیح دادم. البته هنوز آن موقع شیعه بودم. گفتم پیامبر اسلام 23 سال زحمت و مرارت کشیدند، ولی پس از اینکه از دنیا رفتن اصحاب و یاران او همه مرتد شدند الا 3 نفر، مقداد و سلمان و ابوذر. این مرد مسیحی خندید و گفت این چه دین و این چه پیامبریست که با این همه زحمت به محض اینکه رحلت کردن همه یاران اون مرتد شدن؟ این دین به درد من نمیخورد. آنجا بود که فهمیدم در گمراهی و ضلالت هستم. الحمدلله به فضل خداوند نه تنها خود موحد شده ام، بلکه در این چند سال 20 نفر مسیحی موحد شدند. ما موحدین وظیفه داریم که دین حقیقی اسلام را معرفی کنیم. اکثر کسانی که در اروپا مسلمان می شوند موحد هستند، ولی رژیم ایران در شبکه های خود می گوید آنها مسلمان شدند که به مردم ایران تفهیم کنند که آنها مسلمان شیعه هستند، که دروغ است و حقیقت ندارد. شیعیان در اروپا یک مسجد هم ندارند، بلکه مساجد مربوط به موحدین و اهل سنت و جماعت از کشورهای مراکش و الجزایر و تونس و ترکیه و سایر کشورهای اسلامی است. به شیعیان ایران به خصوص سپاهی ها و بسیجی ها و غیره توصیه می کنم به جای حفظ چند آیه قرآن بدون فهم آن، آیات قرآن را با ترجمه صحیح بخوانند. مطمئن باشند که دست شرک و خرافات که آخوندها سالها بالای منبر تبلیغ کردن بر می دارند و به وادی توحید قدم می گذارند. ما موحدین استقامت و پایداری می کنیم همانطور که خداوند امر کرده و از هیچ کس ترس و وحشتی نداریم و به خدا توکل میکنیم که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزمون امیر حسین، فقط یادآور میشم که آیه کریمه این گونه هست که فاستقم کما امرت. فاستقم یعنی استقامت بورز همان گونه که امر شده ای، خطاب به رسول گرامی اسلام و خطاب به همه موحدین و مسلمان ها و همه کسانی است که راه توحید و راه استقامت رو در پیش میگیرند. نکته بسیار مهمی رو ذکر کردید، واقعا دردآور هست که ما ایرانی ها و به ویژه متاسفانه شیعیان حتی هنگامی که به اروپا هم میرند، بیشتر اونها متاسفانه حاضر نیستن ذره ای از خوشی‌ها و لذت‌های
دنیوی که در اروپا هست، آزادی ها و اون افسار گسیختگی هایی که در اونجا هست دست بکشن و بیان فکر بکنند، بیاندیشند. ذره همانند خود اروپایی ها، خود آمریکایی ها که میبینیم سالانه صدها بلکه میلیون ها نفر وارد دین اسلام میشند. درصد مسلمان ها در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی روز به روز افزایش پیدا میکنه و حتی مشاهیر و بزرگان اونها دارن مسلمان میشن. اما ما که مسلمان زاده هستیم، حاضر نیستیم بریم بیاندیشیم، تفکر بکنیم آن دینی که ما اسم اون رو یدک میکشیم واقعا چه دینی است؟ اکثریت مسلمان ها که اهل سنت هستند، موحد هستند، بیش از 90% مسلمان ها، بریم ذره در مورد دین اونها تحقیق بکنیم. فقط اون پیش زمینه ای که در حسینیه ها در ایران به ما آموخته اند به اونها بسنده نکنیم و اون ما رو از دین و از خدا و از رسول زده کرده و دور ساخته و عمل کرده آخوندهایی رو که دیدیم و متاسفانه ما رو از دین دور کرده به اینها اکتفا نکنیم. بیاییم بیاندیشیم ببینیم چرا فلان بازیگر، فلان خواننده، فلان سیاست مدار داره مسلمون میشه. اما من مسلمان حاضر نیستم تجدید نظری در زندگی خودم بکنم. واقعا سخنان بسیار زیبا و درد دلهایی بود که روشنگرانه بود از طرف این برادر عزیزمون امیر حسین که در اروپا زندگی میکنن و حقیقت رو اونجا دیدن که چقدر روزانه مردم دارن مسلمون میشن، مسیحی ها، حتی یهود، حتی ادیان دیگر، کمونیست ها. و ایشون هم اشاره کردن، من تبریک میگم به ایشون که 20 نفر از مسیحیان به دست ایشون مسلمان شدن. واقعا کار بسیار بزرگ و عظیمی است، الله از ایشون قبول بکنه.